چطورید؟ خوبید؟ خوش اومدید به این ولاگ که الان که دارم میگیرمش استانبول نیستم و نشستم توی اتاقم توی یه هاستل توی تفلیس. خوش اومدید. پیدا کنیم ببینیم چکینمون چنده. 378 ببینیم پیدا میکنیم آیا برم توی کتاب فروشی یا نه. حالا که از هفت خان رستم رد شدم و دیگه بخت دارم. نه. چرا؟ چون کتابم همرامه و جای اضافی هم ندارم برای کتاب دیگه. اگر فرودگاه استانبول بگید از این چیزا، از این بیلبیلک ها که نوشته وای فای دستک سپورت میتونید یه پاسپورتتون رو بزنید اونجا و وای فای رایگان بگیرید. نمیدونم شما هم مثل من عاشق نشستن روی صندلی کنار پنجره هستید یا نه. یعنی من عاشق تماشای شهرها از اون بالا. واقعا مثل یه پرفورمنس زیباست. آدم کیف میکنه، حیرت زده میشه هر دفعه. بچه این سفر از چند جهت برای من خیلی حائز اهمیت بوده. یکی این که اولین بار میام تفلیس و فکر کنم بازم بیام چون خیلی دوستش داشتم واقعا. و دوم این که تنها اومدم و من سفرهایی که تنها میرم و یه جور دیگه ای دوست دارم. یه سفر تنها هم دبی رفته بودم، این میشه دومین تجربه اگه اشتباه نکنم و چیزی رو جان انداخته باشم. دومین تجربه تنهایی سفر کردن میشه که همونطور که میبینید من خیلی هنوز توش نوباوه هستم تو تنهایی سفر کردن و فهمیدم که خیلی دوستش دارم. خیلی خیلی تنها سفر کردن دوست دارم. این کشف جدیدم در مورد خودمه. حالا البته که اینجا رفیقامو دیدم، رفیقام هستن، ولی به صورت کلی این تنها بودن رو و تنها انجام دادن این فعالیت رو خیلی دوست دارم از این نظر. و از نظر سومم از این نظر حائز اهمیته که من پلن این سفر رو خیلی بداهه و یهویی ریختم و این خیلی حس و حال خوبی برام داد، به خاطر اینکه همونقدر که من آدم برنامه ریزی هستم و برای چیزای کاری خیلی برام مهمه که با برنامه پیش برم توی زندگیم، همونقدر هم اگه باورتون بشه اسپانتینیس هستم و شاید چند ساله که فقط یکی دو ساله شاید که این بچه خودمو کشف کردم توی خودم و میبینم چقدر لذت میبرم از کارهای اسپانتینیس انجام دادن. ولی خیلی دوست دارم این بخش رو هم که در کنار اون برنامه ریزی هر از گاهی هم کارهای یهویی انجام بدم و این پلن این سفر رو هم واقعا یهویی، یعنی یه جایی جالب به من پیام داد که ببخشید مثلا چند وقت نبودم پیامتو ندیده بودم، همین داشت صحبت میکرد، داشتیم با هم حرف میزدیم و گفتش که یه سفرشون که میخواستم برن کنسل شده و یهو دیگه انقدر حالش بد بوده که سریع یه برنامه سفر دیگه ریخته و اونجا جالب برای من الهام بخش شد که من به خودم گفتم که خب ببین تو هم خیلی روزای داونم بود، در جریان هستید، به خودم گفتم که خب چرا تو برنامه سفر نمیریزی؟ تو که کارت یه جوریه که میتونی برداری با خودت ببری هر جایی و واقعا هم انقدر این مدت کار کردی دختر، به خودم گفتم خیلی کار کردم این مدت. ما توی بهار و تابستون بیشتر از 5 تا دوره دادیم بیرون که اصلا این یعنی خیلی کار زیاد، خیلی خیلی فشار زیاد بوده.
چون هر دوره‌ای که میدی بیرون یعنی تو باید بشینی بنویسی، فیلم نامه بنویسی، ادیت کنی، بره توی مراحل ادیتش، ضبطش، بیرون اومدنش، بعدش تازه که وقتی منتشر شد پروموشنش چقدر انرژی میبره که پروموتش کنی. خلاصه خیلی خسته بودم از لحاظ کاری و اون بر من قضیه الهام بخش شد که منم تو این سفر به بچه‌ها بپیوندم، به ژالونیما، و برای همین این سفر خیلی برام عزیز بود. این از این. اول بریم قسمت های فرودگاه رو ببینیم، یه چیزایی در مورد فرودگاه هم براتون تعریف بکنم. بچه ها اولین واکنش این که فرودگاه بوی بنزین زمان شوروی میده. خیلی بوی عجیبی اینجا میاد، یه بوی تاریخی میاد. خوش برگشتید. بچه توی فرودگاه وقتی که من رسیدم، اولا اینکه فرودگاه استانبول انقدر بزرگه واقعا که همیشه آدم باید چند ساعت زودتر بره، یعنی با اینکه من همیشه خب سر وقت میرم، مثلا پروازم ساعت 6:45 صبح بود، بچه ها من ساعت 2 از خونه رفتم و 3 فرودگاه بودم و از ساعت 3 تا مثلا 6:45 که پروازم بود واقعا اینطوری نبود که مثلا خیلی وقت اضافه پیدا بکنم، شاید در حد یه ربع وقت اضافه پیدا کنم که بشینم. انقدر که فرودگاه استانبول بزرگه، الکی پلکی، و آدم ها باید خیلی مسیر زیادی رو طی بکنن تا مثلا برسن به پروازشون و برسن به اون مرحله آخر. برای همین اگر استانبول بودید اینو از من بشنوید و به آدم های اطرافتون هم بگید که اگر استانبول هستن و پروازشون هم تو این فرودگاه جدید است که بیشتر پروازام همونجاست، حواسشون به این قضیه باشه و واقعا 3 ساعت زودتر فرودگاه بودن میارزه به این که پروازت رو از دست بدی. اینم از این. بعد که رسیدم گرجستان، رسیدم تفلیس، یه اتفاق خیلی جالب که برام افتاد این بود که توی اون صفحی که پاسپورت چک میکنن، پاسپورت رو اینا رو نگاه میکنن، خب پلیسا نشسته بودن اون پشت و مامورا و یکی یکی پاسپورت ها رو چک میکردن و همه رو هم راه میدادن که برن دیگه، میگفتن مثلا خوش اومدید و فلان. یعنی شانس منا اون خانومی که اون پشت پلیس بود نشسته بود فقط به من گیر داد، فقط نمیدونم مثلا کجای قیافه من مشکوکه تو که تو به من مشکوک شدی. پاسپورت منو چک کرد، هی منو نگاه کرد، هی پاسپورتمو چک کرد فلان، گفت برای چی اومدی اینجا؟ گفتم مثلا برای وکیشن، که خب از همه میپرسن، گفتم برای تعطیلات و اینا خوش گذرونی مثلا. گفت کجا هتل و اینا گرفتی؟ گفتم مثلا هاستل فلان. گفت نشونم بده که گرفتی حالا مثلا. الله الله. نه مثلا من چی برای کار مثلا تروریستی اومدم؟ یعنی چی آخه؟ بهش نشون دادم. اوکی. واسه سیفتیه باش. بهش نشون دادم. بعد بازم بچه ها بازم ادامه داد بهش مشکوک بودنش. ای وای. گفتش که دوباره چند تا سوال دیگه پرسید که دفعه اولت میای اینجا؟ گفتم آره. تنها اومدی؟ دوستات مثلا اینجا هستن؟ گفتم آره. چند تا دوستات اینجا هستن؟ سوالای بی خود دیگه، سوالایی که دیگه از اینجا بعد واقعا به اون ربطی نداشت. و بد اخلاق، خیلی بد اخلاق. حالا قبلش جالب من گفته بود که اینا واقعا بد اخلاقن، معمولا خیلی آدم اونجوری خیلی انتظار نداشته باش که مثلا خیلی نایس برخورد کنن و بخندن و لبخند بزنن و اینا، بنابراین انتظارش رو داشتم. خیلی یارو بد اخلاق بود اینا. بعد گفت پاسپورتمو به هم داد، گفتش نذاش که من رد بشم، گفت برو اون اتاق پلیس اون ته. گفتم اوکی. بعد حالا یه سه جالب که میخواد براتون از این ماجرا تعریف کنم اینه که توی اینجور شرایط که من قرار میگیرم که به صورت معمول من گذشته ممکن بود خیلی استرسی بشه و حالش خوب نباشه توی این شرایط، میبینم که اصلا هیچی برام اهمیت نداره واقعا و اوکی هم کاملا، و این تغییره خیلی به من احساس خوبی میده. نمیدونم تا حالا باهاش مواجه شدید که یهو توی یه شرایط بحرانی یهو به خودتون میاد و میبین چقدر خوب دارم هندلش میکنم، مثلا چه خوب چه تغییری کردم. برام این شکلی بود. من همیشه طنز واقعا همه جا به کارم اومده تو زندگی، همیشه تو شرایط این شکلی تو سرم انقدر چیزای خنده دار بر خودم میگم، مثلا یارو داره هی سوال جواب میکنه، هی تو سرم گفتم نه پس من مثلا تروریستم اومدم مثلا بکشم تو رو فلان، هی اینا رو میگفتم خندم هم میگرفت. یعنی با این طنزه اصلا ماجرا رو برای خودم با آرامش پیش میبرم و این خیلی تغییر جالبی برام بود. خلاصه رفتم اتاق پلیس و دوباره پاسپورتمو چک کرد، دوباره همون سوال ها رو پرسید
و گفتش که اوکی، اومد برد داد به یه پلیس دیگه، اون پلیس دوباره چک کرد، دوباره همون سوال ها رو پرسید، برای بار سوم ببینن که من بله رو میگم یا نه. بعد تهش گفت چی دیگه، برو خوش اومدی به گرجستان. نم چه خوش آمدگویی، واقعا شیرینی بود. هیچی، اومدم بیرون و رفتم چیز گرفتم. یه اپلیکیشن هست اینجا به نام اپلیکیشن بولت که اگر شما اومدید حتما نصبش کنید. و جالب، من گفته بود دستش درد نکنه، خیلی اپلیکیشن مهمیه. نصبش میکنی، اپلیکیشن تاکسیه مثل اوبر و اینا، و کارتت هم توش اد میکنی، حتی میتونی حالا نقدی بپردازی و اینطوری خیلی راحت تر میتونی تاکسی گیر بیاری، چون تاکسی های فرودگاه میتونن گرونتر ازت پول بگیرن. خلاصه من تو اپلیکیشن گرفتم تاکسی رو و تاکسی هم در حد 2 دقیقه طول کشید تا اومد و سوار تاکسی که شدم، بچه ها مثلا گفتم هلو فلان، بعد یارو بچه ها بگین شما کله رو تکون داد نداد، یعنی میخوام بگم انقدر بد اخلاق بود اینجوری، اصلا تو بگیر اون بگه هیچی. گفتم اوکی. بعد هیچی هم دیگه توی راه نگفت و صحبت نکرد، و وقتی هم که رسیدم میخواستم پیاده بشم، گفتم بذار به زبون خودش ازش تشکر کنم، شاید مثلا از اینایی که انگلیسی بلد نیست یا مثلا یه تعصب خاصی داره، به زبون خودشون گفتم مطلوبا که یعنی thanks، مرسی مثلا، شما بگوی جواب داد نداد، اصلا تکون نمیخورد، کلش هم کرده بود اون بر حتی که من پیاده بشم. و خندم گرفته بود که چند روز بعدش که توی یه توری بودیم، توی تور نشسته بودیم، تور لیدره داشت میگفتش که راجع مردمشون صحبت میکرد، میگفت آره همونطوری که دیدید مردم ما خیلی صمیمی و مثلا صمیمی هستن و رفتارشون خیلی دوستان است. بعد همون لحظه من و جاله اینجوری به هم نگاه کردیم، دیدیم آره دقیقا همینطوره. و در مورد مردمشون هم بهتون بگم بچه ها، اون ایمپرشنی که آدم روز اول میگیره من هیچ وقت بهش اعتماد نمی کنم، یعنی میذارم که یکم بازتر بشه فضا. معمولا بعد از 4-5 روز که تو توی یه شهر هستی میتونی یکم بهتر قضاوت بکنی شرایط رو، خیلی نمیشه همون مثلا رفتار یکی دو نفر رو تعمیم داد به همه. ولی حالا که الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، دیگه نزدیک 1 هفته شده که اینجام و پرواز برگشتم نزدیکه، دیگه حالا میتونم در موردش بگم که به نظر من مردم تفلیس مردم جدی هستن بیشتر از هر چیزی. نمیتونم بگم مثلا عصبانی هن از اینکه شما اینجا هستید، این نیست قضیهشون، قضیهشون اینه که جدی هستن، خشک هستن، شاید خیلی مثلا اون احساساتی که ما عادت کردیم از خودمون نشون بدیم و اینا نشون ندن، و دلیل داره، یعنی تو تاریخشون که میری واقعا دلیل داره این رفتارشون، انقدر که مدام به خاکشون حمله شده و مدام اینا در حال دفاع از خاکشون بودن، کلن شاید این باعث شده که خیلی زمخت بشن از این لحاظ. ولی مثلا یه چیزی که برای من جالب بود این بود که با این که حقوق هاشون از ترکیه کمتر، با ترکیه میخوام مقایسه کنم که زندگی میکنم توش، با این که حقوق هاشون اوریجش از ترکیه پایین تره و شهر واقعا در فقر به سر میبره، شهر رو که میبینی واقعا شهر فقیره، یعنی شهر به صورت عمدی بهش رسیدگی نشده خیلی جاها، اینا رو میبینی. ولی در کنار این مردم معمولا این شکلی نیستن که بخوان تو پاچت بکنن، قیمت و اینا رو تو پاچت نمی کنن، معمولا قیمت همه چیز مشخصه، این یه خوبیشون بود. یه مسئله دیگه شونم این که با این که جدی هستن و ممکنه مثلا بگن مثلا آیا عکس نگیر از من فلان مثلا، یا جوابتو نمیدم فلان، ولی در این حال عصبی نیستن، یعنی این شکلی نیست که عصبی باشن. اتفاقا جاله توی ولاگش دیدم، داشتم ولاگش رو نگاه میکردم دیدم یه جا گفته بود که تصادف دیده و آدم ها دست دادن با هم رفتن، واقعا همینطوره، یعنی آدم ها با هم عصبی نیستن که مثلا تو انتظار نداری توی خیابون دعوا بشه، الان در صورتی که مثلا توی استانبول تازگی ها مخصوصا این انتظار رو داری، همه ناراحتن و از فشار اقتصادی هم به اینجاشون رسیده واقعا و منتظر هستن که منفجرشن، یعنی هی سر هم داد بزنن، احساساتشون هم که خیلی بالاست، این قضیه توشون هست. ولی اینا عصبی نیستن با هم دیگه، اینم یه مسئله دیگه شون، حالا که بعدشون رو گفتم خوبشون هم بگم. این از این در موردشون، برم یه قسمتایی از اینجا رو بهتون نشون بدم.
خاچاپوری عشق من جاله میگه باید سریع همش بزنیم به خاطر اینکه این تخم مرغ با پنیره و قاطی شه خیلی شبیه پیده است اوه چه چیزی شد اینم که کباب پورکه امتحانش بکنیم ولی اونی که من براش خیلی ذوق زدم هنوز نیومده خینکالی اصلا اسم این رستوران خینکالیه شما ببینید چقدر ارزش داره این غذا این خینکالیه این دوتا که عالی بودن همین کباب خیلی خوشمزه بود هم این واقعا خوشمزه بود این بیفه اتاقم بهتون نشون بدم این اتاقی که گرفتم اینجا دستشوی همومشه این شکلیه میبینید این هم همومش اینم اتاقه دو تا تخت این شکلی داره سقفش هم بلنده و میز داره همین راجع به قیمت ها هم بهتون بگم دیگه اتاقم هم که دیدید بهتون نشون دادم کلن این هاستل ها بچه ها خیلی هاستل خوشگلیه خیلی خیلی هاستل خوشگلیه یعنی من مطمئنم که اگر بخوام دوباره هم سفر بکنم به تفلیس میام همینجاشون اصلا اینقدر فضاش هیجان انگیزه که آدم کیف میکنه توش باشه یعنی حتی من وقتی توشم ممکنه دلم تنگ بشه برای اینکه برم بیرون مثلا بیرون شهر رو ببینم ولی وقتی میرم تو شهرم دارم قدم میزنم از اینکه دارم برمیگردم به هاستل خیلی خوشحالم و کلا دلم اینجا هم هست فضاش خیلی زنده است و خیلی هیجان انگیزه مخصوصا اگر تنها سفر کنید واقعا اینجا تنهایی رو نمیفهمید برای اینکه میرید بین آدما تو لابی نشستید خیلی از آدما تنها نشستن توی لابی دارن کار میکنن ولی خب بین آدم ها کار کردن اصلا حس خوبی به آدم میده دیگه اون تنهایی رو یه جورایی چیز میکنه میبره تو پس زمینه از این نظر خیلی هاستل خوشگلیه و خیلی هاستل تمیزیه خیلی همه چیزش درست حسابیه نم از این یه نکته دیگه که بهتون در موردش بگم مثلا اینکه حالا من که اتاق پرایوتش رو گرفتم من اگه دوبارم بخوام بیام باز با شناختی که از خودم دارم اتاق پرایوت رو میگیرم شاید خیلی از آدم ها راحت باشن با اون سبکی که مثلا با 7-8 نفر توی اتاق باشن و اتفاقا اگه راحت باشی خیلی از لحاظ اقتصادی خیلی خیلی گزینه خوبیه ولی من به خاطر اینکه خب کار میکنم تو اتاق میشینم کار میکنم ساعتهایی رو و خیلی مسائل دیگه واقعا برام اتاق پرایوت و اینطوری راحت تره و بیشتر دوست دارم و هر روز صبحم که من میرم و عصر که برمیگردم اومدن اتاق رو دوباره تمیز کردن از این نظرها خیلی خوبم واقعا همش در حال تمیز کردنن اینجا هم یه کارخونه خیلی بزرگ بوده قبلا زمان شوروی که بعدن تبدیلش کردم به هاستل کلن اصلا لازم مکانی خودش به نظر من یه توریست اترکشنه و باید آدم ها بیان ببینن یکی مناطق توریستی محسوب میشه از لحاظ قیمت ها هم کلن تفلیس با اینکه گفتم مثلا پول بنزینشون رو پرسیدم پول بنزینشون اصلا کم نیست ولی قیمت تاکسی ها خیلی کمتر از استانبوله مثلا این خیلی برای من جالب بود البته که استانبول اصلا هر کی میاد از یک کشور دیگه استانبول تازگی ها شوکه میشه واقعا استانبول یه جور عجیبی تورمش رفته بالا تو این مدت ولی اینجا توی تفلیس غذا به نظر من قیمتش خوبه معقوله کاملا غذا حالا اون جایی هم که میخوای بمونی که بر اساس انتخابت حالا تو انتخاب میکنی به نظر من قیمت این هاستل معقوله و تاکسی هم معقوله یه سری خریدها که ممکنه بخوای بکنی مثلا یه سری لباس خواهی که مثلا خودشون درست کردن یا فلان بخوای بخری بعضی جاها قیمتش غیر معقوله
یه سری چیز غیر معقول هم خب میتونی ببینی، ولی به صورت کلی قیمت ها منطقیه. اینم از این. مرسی که تو این ولاگ همراه من بودین. نمیخوام خستتون بکنم، حتما توی ولاگ بعدی بهتون ادامه داستان سفر رو میگم و باهاتون حرف میزنم. مرسی که کامنت میدید، هستید، ممنونم ازتون. میبینمتون، برم بگم بخوابم. بچه ها الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 2 شبه، فکر کن شما ساعت چند الان که دارید اینو میبینید. شبتون خوش، روزتون خوش، روز و شب خوبی داشته باشید. فعلا.